نفری که صاحب زکات است و رفت زکات خیش را نبرآورد، چه پیامدی برای آنها انتظار است؟ در خصوص ادا نکردن زکات، چون که ما میدونیم که مثلا ارکان اسلام پنج است، پنج رکن دارد، یکی از رکنی اساسی و خیلی مهمی دین مومن اسلام این ادای زکات است، و ادا نکردن زکات با وجود داشتن مبلغ و این مثلا ترک فرمان مستقیم خداوند است. و از نگاه دیگر زکات برآوردن این شکر است در روبروی پروردگار که مثلا کسی را خداوند دارنده کرد و با شکری این مال کند. شکر مال به ادای برآوردن حق مسکین و مستمندان و نیازمندان است. پدر و مادر رو میتونیم زکات دهیم؟ زکات برای پدر و مادر جایز نیست، برای فرزند جایز نیست. زکات به برادر، به خواهر، به عمک، خال، هر که پیوندان هستند، خیشتوان و پیوندان، این اولویت به زکات دارند. اول خیش است، بعد درویش است. از خاندان خودش باید آغاز کند. کدام نوع صدقه کردن یعنی افضل است؟ صدقه انواع گوناگون دارد، هم مادیات را در بر میگیرد، هم معنویات را. مثلا فقط صدقه پول و مال دادن و نان و نمک و گوشت و روغن تامین کردن، این تنها صدقه نیست. با صدقه افضل تر از اینا هم هست، مثلا بدزبان و بدرفتار نبودن، کسی را از ضرر و آسیب ایمن نگاه داشتن، کسی را با زخم زبان نرنجاندن، ملامت نکردن و سلام دادن مثلا و بد نگفتن، همه همین صدقه است. لیکن در عموم هر چیزی که به انسان منفیت میاره صدقه است. از دست انسان چیزی فارغ شود که به انسان یا به اشیا یا حتی به حیوان منفیتش برسد، صدقه قبول کرده می شود و صدقه نامیده می شود. هر یک کار برای خود یک روند، یک ترتیب معین دارد. خب صدقه نیز یک آداب خاصی خود را دارد؟ یکی از اولین آدابای صدقه نیتی نیک است. دویمش از کسب حلال باشد. دیگر اینکه مثلا در آداب صدقه همین است که خودستایی ندارد، ریا ندارد. دیگر اینکه مثلا با منتهای پنهانی باشد. صدقه پنهانی گفتید. خب چی حکمت دارد پنهانی صدقه کردن؟ صدقه پنهانی فقط در یک جا است، فقط و فقط در خصوص فقیر است، کم بضاعت است، مسکین است. اما در عموم این میتواند که پنهان نباشد. یک طرف به صدقه کننده ربط دارد، دیگر طرف به طرف به صدقه گیرنده ربط دارد. صدقه کننده چنان پنهانی باید صدقه کند که کبر و غرور و ریا و خودستایی در دلش ندارد که من صدقه کننده هستم، شما ببینید که من چنین و چنان هستم. این طرف باید ایمین باشد. از طرف دیگر برای گیرنده که این خجالت نشود. بله بله. مثلا فقیر است، نیازمند است، بله دستش نمیرسد، برای در ملای عام یعنی در جمعیت در پول دادن در حضور مردم این خودش کم حس میکند. برای حفظ و حمایه و حقوق هر دو طرف میگه صدقه پنهانی باشد، و الا مثلا در یک وقت باید پنهانی باشد که برای مسکین و فقیر مستمند میدیم. اما در مثلا کسی که کپروک میسازد، کسی که مکتب میسازد و کسی که راه را منفرش میکند، کسی کوچه را چراغان میکند، کسی که مثلا صدها هزارها درخت و گل و گیاه رسانی میشیناند، اینا نمیشد پنهان کرد. برعکس تشویق و ترغیب باید کنیم که مثلا روحیه خیر احسان در دیگرها بیدار شود. یک جا را بنیاد کردن، راهی را آباد کردن، تا جایی که مثلا میدونم در صدقه جاریه داخل می شود. خب این افضلیت صدقه جاریه از صدقه های دیگر چی فرق دارد؟ خب کدامش افضل تر است؟ البته صدقه جاریه افضل است. صدقه جاریه خصوصیت بردوام دارد، یعنی خب. جاریه یک نیکیه که نه تنها یک سال و دو سال، بلکه صدها هزار سال همین نیکی باقی میماند. صدقه دهنده با نام نیک یاد می شود، نمی میرد. او برادری که مکتب ساخت، در استفاده مردم داد، این در صد هزار سال هم کنه نمی شود و ثوابش کنده نمی شود. همین صدقه ای که مثلا از همین مکتب چقدر مهندس ها، چقدر دکتر ها، چقدر متخصص ها، عالم و دانشمند ها، نه تنها فقط از این مکتب خارج می شوند، متخرج می شوند، در خدمت ملت دولت قرار می گیرند، بلکه هزارها هزار شاگرد دیگر تربیه می کنند. این دیگر میلیون پهلو دارد، جز خداوند کسی حسابی را نمیداند. این است مفهوم صدقه جاریه، که صدقه که یک عطا هست و لیکن ثواب این صدها هزار سال، شاید هزارها صدها هزار سال ثواب این میماند. این است مفهوم جاریه. مثلا شنودن درخت که در فصل بهار قرار داریم، شنودن گل و گیاه رستنی، نیال های مثلا درخت های میوه دهنده یا سایه افکن، یک نیهال اگر کسی بشناند، اونم در ماه مبارک رمضان که در حساب غیر رمضان حساب خدا یک در ده هست، در رمضان حساب در یک در 700 است،
و بالاتر از این جز خدا کس دیگر نمیدونه. اگر کسی بتواند یک نهال شناند، یک گل بشناند، حتی در یک قطیچه در بالکانش، اگر اینا باید کم حساب نکنند. پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که مثلا شما از آتش جهنم با صدقه کردن نصف خرما میتونید رهایی یابید. نصف خرمایی که امروز مردم با این افطار میکنن، نصف خرما باید کم حساب کرده نشود. کمترین چیز یعنی که باید صدقه حساب کرده شود. یعنی یک از آداب صدقه همین است که صدقه کننده هر چیزی که صدقه میکنه زینهاری به زینهار اینا کم نشمارد. خوب میشه در این ماه مبارک رمضان جوان مردای روزه‌دار فطر روزه را 7 و 10 و 15 و این حساب نکنند، جوان مردی حساب کنند، چون صدقه رمضانی است. نه تنها فقط در دست فقیر دست به دست دهند یا در دست یتیم به دست، خیلی کار خوب است در دست اینا رساندن، اما اگر توانند یک چند جوان مرد با هم بیان مصلحت کنند، یک عربچه معیوبه بخرند برای اون پدرایی که برای اون برادر و خواهر یا مادرانی که از پای روا مانده اند، در همبستگی با مصلحت در همین ماه مبارک رمضان یک عربچه معیوبه بخرند برای یک پدر و مادری که از پا محروم است برای عطا کنند. این صدقه جاریه است. شکل دیگر، یک کسی که مثلا چشمای ضعیف دارد، خود جوان باشد خود پیر، برای یک عینک هدیه کند برای مطالعه اش، برای خوب دیدنش، برای شناختنش. با شکل دیگر، یک پدر نورانی یا مهربان یا مادری که از شنوایی ضعیف است، خوب نمیشنود، برای این اگر مثلا یک گوشی خریدن، اون چیزی که در گوش میارن که صدا را بلند میکند، 100-150 سومان است، اگر کسی چنین صدقه برای کسی کردن، یک گوشی نو برای کسی هدیه کردن، پای برای کسی هدیه کردن، یا چشم بینای برای کسی هدیه کردن، عطای خداوندی است. این صدقه های جاریه است. بله. که چقدر مردم خوشحال میشن. کجای شنیده بودم از همه افضل ترین صدقه های جاریه، این یک جایی رو مثلا یک مکانی هست، نمیدونم یک منطقه هست، یک محله هست، یک دهه‌ای هست که آبی نوشیدنی ندارن. خب آبیاری کردن گفتن افضل ترین صدقه ها جاریه به حساب می رود. تا کجای مثلا صحیحیت دارد؟ در شکل عموم بله، در زمان قدیم در اون سهرهایی که آب نبود همیشه بروزن. ببین کسی هست که چاه کنده آب برآورده نمیتواند، لیکن یک مثلا قبور تامین کرده میتواند. کسی میتواند که مثلا چاه بکند یا که زمین را سوراخ کند آب برآورد، و کسی مگر لوازمات را تامین کند همون صدقه را همون مرتبه را نائل میگردد. قبور تامین کردن یا با سوزشواری تامین کردن تکنیک، هر چیز سهمی گذارد که آب از زمین برآید یا از جای به جای رسانده شود، این صدقه افضل ترین صدقه است.